جنگ گرگ ها در بحران زهرخوران اتمی. باند خامنه ای با تعلیق رسمی بخش اعظمی از تأسیسات هسته‌ای، چرخ صنعت هسته‌ای از حرکت باز مانده است. با از بین رفتن بخش مهمی از دستاوردها و برگهای برنده، تنها موفق به دریافت حدود 4 میلیارد دلار خواهیم شد. مهمترین نکته، پنهانکاری نسبت به عقب نشینی های پی در پی در مذاکرات است. اگر قرار نیست طرفین از توافقنامه تفسیر مشترکی داشته باشند، پس چه توافقی صورت گرفته است؟ یکی از تشکل‌های باند خامنه‌ای که برای رودررویی با باند رفسنجانی روحانی تحت عنوان کمیته صیانت از منافع ایران به مناسبت آغاز اجرای توافق ژنو درست شده است، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: متاسفانه در روزهایی به سر می‌بریم که با تعلیق رسمی بخش اعظمی از تأسیسات هسته‌ای کشور، چرخ صنعت هسته‌ای از حرکت باز مانده و تمام آنچه در چندین سال گذشته ایران به دست آورده بود فقط در ازای چند میلیارد دلار معاوضه شد و کسی پاسخگو نیست که آیا این روند یک رویه برای ترک برداشتن واقعی ساختار تحریم‌ها و حفظ منافع کشور است یا در حقیقت چشم بستن به واقعیات صحنه و ندیدن دشمنی هاست. در شرایط کنونی مهمترین نکته پنهانکاری نسبت به عقب نشینی های پی در پی در مذاکرات است که در یک مثلث سه‌ضلعی ایجاد خفقان در فضای رسانه‌ای برای منتقدین، بی اطلاع گذاشتن مجلس و یک طرف کردن فضای صدا و سیما صورت پذیرفته است. چند میلیارد دلار و مقداری امید برای برداشته شدن تحریم‌ها در ازای محرومیت کشور از انرژی ارزشمند هسته‌ای حداقل برای 20 سال آینده خلاصه توافقنامه ژنو است که با روشن شدن گام اجرایی آن بیش از گذشته به ناعادلانه و زیانبار بودن این موافقتنامه برای کشورمان میتوان پی برد. با تعلیق و از بین بردن بخش مهمی از دستاوردها و برگهای برنده، تنها موفق به دریافت حدود 4 میلیارد دلار از درآمد نفتی خود خواهیم شد. آیا جز این است که اقدام دولت در عدم آگاه سازی ملت است که فضا را فراهم کرده تا چنین توافقی در سفر استانی به عنوان فتح الفتوح و زانو زدن غربی ها در برابر ایرانیان بیان گردیده و به آن افتخار شود؟ نکته عجیب دیگر اینجاست که اگر قرار نیست طرفین از توافقنامه‌شان تفسیر مشترکی داشته باشند، پس چه توافقی صورت گرفته است؟ حملات باند خامنه‌ای به آخوند روحانی. ما به این موضوع که بندهای مذاکره را از مردم پنهان کنند اعتراض داریم. نباید به گونه‌ای شود که هم چرخ سانتریفیوژها و هم چرخ زندگی مردم از کار بیفتد. احمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارتجاع، نسبت به عدم انتشار توافقنامه ژنو توسط کابینه آخوند روحانی گفت: پیامی که روحانی داد به این دلیل است که تحریم‌ها برداشته شود تا چرخ زندگی مردم بچرخد، ولی نباید به گونه‌ای شود که ما هر دو را از دست بدهیم، یعنی هم چرخ سانتریفیوژها و هم چرخ زندگی مردم از کار بیفتد. باید این طرف نیز نمایندگان را در جریان توافقنامه بگذارد و جزئیات و روند اجرایی را بالاخص مطرح کنند، چرا که نگرانی ایجاد کرده است و برخی ها میگویند ما برای فعالیت های هسته‌ای هزینه زیادی پرداخت کرده ایم. تاکید دارند که این دستاوردها نباید از دست برود. پاسدار سروری از باند خامنه‌ای و از اعضای سابق مجلس ارتجاع نیز به عدم انتشار توافقنامه اعتراض کرده و میگوید: در حال حاضر که سند توافقنامه نهایی شده و طرفین در حال اجرای آن هستند، هیچ منطقی نمیتواند بر عدم انتشار متن توافقنامه دلالت داشته باشد. لذا این گونه اقدامات از طرف دولت کاملا غیر منطقی است. نامحرم دانستن مجلس
مغایر با شعارهای اعلام شده از سوی آقای روحانی است. ما به این موضوع که بندهای مذاکره را از مردم پنهان کنند اعتراض داریم و از این رو در شرایط کنونی هیچ استدلالی برای ما قابل پذیرش نیست. باند خامنه ای، آه از سیوم دیماه، ما عکس تعلیق هسته‌ای را دیدیم، اما کجاست تصویر مرگ تحریم ها؟ توافق ژنو بسیار نامتوازن است، چرا این همه دروغ میگویید؟ آنچه سیوم دیماه نقدن لرزید، ساختمان صنعت هسته‌ای کشور بود، نه ساختمان تحریم. روزنامه وطن امروز از باند خامنه ای در ادامه آه و ناله در مورد پلمب هسته‌ای نوشته است: آه از سیوم دیماه. در این روز ما در وطن امروز یک لوگوی روزنامه را سیاه کردیم. صدای بعضی ها در آمد. چه میگویند؟ این همه سیاه نمایی خود را که گویی هیچ افتخاری نبوده در گذشته. ما عکس تعلیق هسته‌ای را دیدیم، اما کجاست تصویر مرگ تحریم ها؟ توافق ژنو بسیار نامتوازن است، چرا علیه گذشته سیاه نمایی می کنید و چرا این همه دروغ می گویید؟ اظهارات دستندرکاران سیاست خارجی دولت، بلکه شخص رئیس قوه مجریه را که اگر در این صد روز اخیر بررسی کنیم، مع الاسف آنچه زیاد دیده می شود تناقض است. ما از هیچ حق هسته‌ای در برابر قدرت ها کوتاه نمی آییم. عاقبت بر ما روشن کنید که دشمن کدام حق را به رسمیت شناخته؟ حق غنی‌سازی، حق هسته‌ای یا حق مهر و پلمب تأسیسات هسته‌ای؟ متاسفانه تناقض در این باب زیاد است. ما از حقوق هسته‌ای خود یک ذره عقب نشینی نمی کنیم. جمله ایست از وزیر امور خارجه. آقای ظریف این گونه می خواستید عقب نشینی کنید چه می کردید؟ و آیا بهتر نیست از هسته‌ای یک چیزی هم باقی بگذاریم و همه را پلمب نکنیم، بلکه برای معامله در ادوار بعدی مذاکرات احیاناً سرمایه‌ای برای چانه زدن داشته باشیم؟ ما از قبل سیاهی سیوم دیماه را می‌دیدیم. آنچه سیوم دیماه نقدن لرزید، ساختمان صنعت هسته‌ای کشور بود، نه ساختمان تحریم. این توافق طبق مفاد آن قابل بازگشت است. سرمایه را بازگردانید. آه از سیوم دیماه. این آه خودش مشورتی است به دولت. گیرم رأی ما به بی‌قانونی بوده، آه ما کاملا قانونی است.